مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای باندهای تندرو و کندروی مسیر کمربندی خاتم الانبیا، حد فاصل پل سه چشمه تا جاده سرو از سوی شهرداری ارومیه به شرکت مشاوران سازیان واگذار گردیده است. مسیر یاد شده پس از گذر از پل سه چشمه و تقاطع غیر همسط شیخ شلتوت به میدان خاتم الانبیا رسیده، به طوری که مسیرهای کندرو به این میدان متصل شده و مسیرهای تندرو از طریق زیرگذر در محل احداث این میدان ترافیک را هدایت می کنند. در نهایت مسیر مورد نظر پس از گذشتن از تقاطع با خیابان ابوذر جاده دریا به تقاطع غیر همسط با بلوار بسیج رسیده و نهایتاً به جاده سرو ختم می شود. حریم کمربندی مطابق با طرح تفصیلی دارای عرضی برابر با 85 متر می باشد که در طرح نهایی این مسیر کمربندی در هر جهت به یک مسیر تندرو با عرض سواری 15 متر 80 و یک مسیر کندرو با عرض 11 متر 50 مجهز می شود. مسیر و تقاطع‌های مهم واقع در مسیر. کمربندی خاتم الانبیا از میدان دوقلوی آذربایجان شروع می شود. اولین قسمت مسیر پل سه چشمه است. در راستای ایجاد مسیرهای کندروی کمربندی خاتم الانبیا، عملیات ساخت دو پل در دو طرف پل موجود در حال انجام است. از پل موجود به عنوان پلی در مسیرهای تندرو استفاده خواهد شد و از پلهای در حال احداث به عنوان مسیرهای کندرو استفاده خواهد گردید. تقاطع شیخ شلتوت. یکی از مهمترین تقاطع‌های غیر همسط در این مسیر تقاطع غیر همسط شیخ شلتوت است. این پل در محل برخورد بولوار شیخ شلتوت با کمربندی قرار گرفته است. این پل که دارای عرشه‌ای از جنس بتون است در سال 1385 به بهره برداری رسیده است. زیرگذرهای حد فاصل تقاطع شیخ شلتوت تا میدان خاتم الانبیا. به منظور ایجاد دسترسی بین کاربرهای حاشیه‌ای دو طرف مسیر کمربندی، دو زیرگذر حد فاصل تقاطع شیخ شلتوت تا میدان خاتم الانبیا احداث گردیده است. میدان خاتم الانبیا. این میدان که در سالهای گذشته توسط شهرداری ارومیه احداث شده است، از یک مسیر میدانی و یک زیرگذر که از زیر میدان عبور می کند تشکیل شده است که همکنون در حال بهره برداری است. تقاطع خیابان ابوذر جاده دریا. تقاطع این مسیر با کمربندی به عنوان یکی از با اهمیت ترین دروازه های ورودی خروجی شهر ارومیه مطرح است و از این جهت در طراحی آن از سوی مدیران شهر ارومیه حساسیت ویژه‌ای وجود دارد. طرح مصوب این تقاطع که هنوز به اجرا در نیامده است دارای سه تراز بوده، به طوری که یک رمپ جهتی در بالاترین تراز ترافیک را از شمال به شرق هدایت کرده و بقیه گردش ها با سه لوپ هدایت می شود. تقاطع بلوار بسیج بلوار آزادی. این تقاطع در وضع موجود به طور غیر همسط به شکل شبدری کامل احداث شده است که ترافیک را در تمامی جهات هدایت می نماید. عرشه پل این تقاطع از جنس بتون است. در نهایت پس از گذر از تقاطع بلوار بسیج، مسیر کمربندی به سراح سرو ختم می‌گردد. در این نقطه تقاطع به صورت یک سراح همسط ترافیک را منتقل می‌نماید. کل طول مسیر کمربندی حد فاصل پل سه چشمه تا جاده سرو در حدود 8 کیلومتر بوده و انتظار می‌رود تا سال 1389 مسیر و تقاطع‌های آن به طور کامل بر اساس طرح نهایی به بهره برداری برسند.